بسم الله الرحمن الرحیم. میگن یک سیاستمدار و یک آدم عادی اعدام میشدن. باز از سیاستمدار پرسان کردن که آمی آخرین خواهش تو پیش از اعدام شدن چیست؟ سیاستمدار گفت که به ما فرصت بتین که من 5 دقیقه سخنرانی کنم. از آدم عادی پرسان کردن که خواهش خودت چی است؟ گفت مرا پیش از سخنرانی امی سیاستمدار بدار بزنین لطفاً. ما امروز که ورزشکارای محترم دیدم، قهرمانای ما را، سخنرانی بسیار نام خدا در افغانستان، همگی بسیار پخته شده سخنرانی و آدم گاهی کم میاره. در افغانستان دیر و در قدر ور قهرمانان و در افغانستان اتلان و در افغانستان در سول سفیران و در افغانستان در مثبت تصویر وړاندې کوونکیو د پارلمان محترم و غړو، ځوانو سیاستمدارانو، مدني فعالانو، د کمرې مخکې او د کمرې تر شا ځوانانو ټولو ته سلام وړاندې کوم. زم کوشش کوم چې دغه دما خبرې ډېرې لنډې وي او هغه په دې دلیل چې له استاد سالنګي نه شروع بیا کوچه صاحب، میران صاحب، او سادات صاحب، مبارز صاحب، اوتاک صاحب، بهاوی صاحب، سفری صاحب او ندوه نور زوانان سه خبری وکړي، تر دیر حد موضوع دیر روخانه کړه. موضوع داده چه افغانستان سولی تا ارتیا لری. د سولی د ارتیا په ارتباط هیچ شک نسته، هیچ سوک په افغانستان کې جنگ نغواړي، خو د سولې او د جنگ پر منځ د منګ انتخاب دا ډېره مهمه ده چې په څه ډول انتخاب کوو. دی که ما صلح هم میخواهیم، هیچ شک نیست، همیشه خواستیم، عالی هم میخواهیم، در آینده هم میخواهیم. هیچ کسی در افغانستان مخالف صلح نیست، البته کسایی که تحت نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند، تحت همی قانون اساسی و تحت همی بیرق هستند. اما چگونگی از این سال ها خیلی مهم است. چگونگی آوردن یک سال را که بهاوی صاحب گفتن صلح با عزت، صلح پایدار، صلحی که در پای خود یک جنگ دیگر نداشته باشه، صلحی که اختناق، بی‌عزتی، دیکتاتوری، بدبختی در پی نداشته باشه و صلحی که در او افغانستان بتوانه که یک آینده مردم افغانستان بتوانن که یک آینده روشن بر خود ببینن، در این هیچ شک نیست، هیچ جای شک نیست، هیچ کدام ما شک نداریم و نباید هم شک داشته باشیم. سر ضروریت محوریت دولت در پروسه سال بسیار صحبت میشه که چرا دولت میخواد که در محور پروسه صلح باشه؟ چرا دولت با اصطلاح یک تعداد میخواد که پروسه صلح را انحصار بکنه؟ بر دولت خواهان انحصار پروسه صلح نیست. دولت خواهان یک پارچگی، یک صدایی و یک اتحاد نظر در بین افغانا در مذاکرات صلح است. تلاش ما از روزی که پروسه صلح جدی شده و از روزی که پروسه صلح به محور اصلی بحث در افغانستان تبدیل شده، دیوم فکر کنین، یعنی نادیده نگیرین نقش حکومت ها که چطور امروزی که ما شما صحبت میکنیم نسبت به 5 سال گذشته یا 10 سال گذشته صلح یک بحث محوری شده. یعنی محوری شدن بحث در افغانستان بحث صلح یک تلاش در نتیجه یک تلاش و در نتیجه یک کار به وجود آمده. چرا دولت میخواد که در محور بحث باشه؟ به دلیل از اینکه طالب با دولت در جنگ است. دولت 350,000 نیروی مسلح داره که طالب عملا در میدان جنگ با او جنگ میکنه. زندانی طالب در زندان دولت افغانستان است.
حافظ قانون اساسی افغانستان نظام است. نماینده‌های منتخب مردم افغانستان در پارلمان افغانستان هستند. حکومت افغانستان حکومتی است که از یک پروسه دموکراتیک به وجود آمده. آدرسی که بتونه گزینه دومی نسبت به امی آدرس واحد باشه وجود نداره. اما این به این معنا هم نیست که دولت میخواه که به تنهایی خود، تنها ماموران نظام، مامورین نظام که ما هستیم، ما بریم با نمایندگی از همگی با طالب صحبت بکنیم. نه خیر، خواهش مایی است، آرزوی مایی است که دولت، نظام، قانون اساسی، بیرق افغانستان یک چتر واحد باشه که گروه مذاکره کننده افغانستان تحت امو چتر از یک آدرس واحد با طالب صحبت بکنه. طالب یک آدرس واحد است، حداقل امی کسایی که صحبت میکنن امرای ما، کسایی که در قطر صحبت کردن و در مسکو بودن و اینا یک صدای واحد هستن. یکیشون صحبت میکنن دیگه تمامشون میشنون. از آدرس ما اگر خدای ناخواسته ما چند صدا باشیم، از چند آدرس در تماس باشیم با طالب، از چندین طرز فکر و از چندین دیدگاه سیاسی با طالب صحبت بکنیم، احتمال از این که ما در مذاکرات با قوت وارد شویم به نهایت ضعیف است. به همین دلیل است که ما همیشه از سیاسیون افغانستان، چه سیاسیون داخل نظام، چه سیاسیون بیرون نظام، خواستیم که بحث های داخلی ما یک طرف، مخالفت های ما یک طرف، مخالفت های ما روی مسائل داخلی یک طرف، اما وقتی با حریف، وقتی با دشمن صحبت میکنیم، به خاطر داشته باشین تا وقتی که با طالب صلح میشه و واقعا صلح صورت میپذیره، طالب دشمن است. او به دلیل ازی که نیروهای مسلح ما هر روز امیل ازی که ما شما صحبت میکنیم در جنگ هستن امرای از اونا، یا نیروی مسلح ما شهید میشه یا طالب کشته میشه. طالب دشمن است و در بحث، در صحبت امرای دشمن به نهایت مهم است که ما از یک آدرس واحد، افغانستان متحد، افغانستان زیر یک چتر جمهوری اسلامی افغانستان، اونجا کار بکنیم. ما مانع صلح نیستیم. امی برادرایی که میگن که دولت افغانستان مانع صلح هست، اینا با یک سوء تفاهم روبرو هستن. ما مانع صلح نیستیم. بحث صلح را ما محور اصلی بحث در افغانستان ساختیم، اما ما مانع یک معامله حتما هستیم که در او دیدگاه های شما، دیدگاه های ماهایی که در افغانستان زندگی میکنیم و 18 سال قربانی دادیم به خاطر از این که در یک جایی که امروز هستیم برسیم، مانع یک معامله پیچیده، یک معامله پنهان به نام صلح طبعا که هستیم. دوستایی هستن که میگن صلح ضرورت مردم افغانستان است، مهم نیست که به چه رقم صلح همیشه باید صلح شود. این بحث منطق نداره. منطق به دلیل از این نداره که برای ما چگونگی صلح بسیار مهم است. آیا ما حاضر هستیم که از اردو و پلیس و نیروهای امنیتی ما بگذاریم به نام از این که گویا در افغانستان صلح همه، ما بگوییم که ما دیگه ضرورت نداریم به نیروهای مسلح ما؟ آیا ما حاضر هستیم که از قانون اساسی ما بگذاریم؟ آیا ما حاضر هستیم که از نوعیت نظام در افغانستان بگذاریم و فکر کنیم که اگر ما تمام از این گذشت ها را کردیم، باز بالاخره صلح تامین میشه در افغانستان و طالب میآید و ما باز در یک زندگی صلح‌آمیز زندگی میکنیم، یک زندگی با عزت می داشته باشیم؟ دیروزم این بحث بود، دو سه روز پیش من این بحث با یکی از سیاستمدارای افغانستان داشتم که اگر من خط سرخ نداشته باشم به عنوان یک دولت، اگر من مدافع قانون اساسی نباشم، اگر من از نیروهای مسلح دفاع نکنم، اگر من از ارزشایی که 18 سال گذشته او رو به خون دل پروراندم از او دفاع نکنم، پس بحث ما با طالب چی است؟ خیلی من با طالب چرا مذاکره میکنم؟ من با طالب موافق هستم دیگه.
طالب با ما چه مشکل داره؟ اگر من سر قانون اساسی استادگی نکنم، سر نیروهای مسلح استادگی نکنم، سر ارزش‌های ما، سر حقوق زن استادگی نکنم، سر حق به مکتب رفتن دخترهای ما صحبت نکنم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 سر از این مسائل استادگی نکنم، پس ما و طالب یکی هستیم. مشکل ما چی بود؟ چرا قمردم کشته شد در افغانستان در 18 سال گذشته؟ اما کسانی هم هستن که بنابر هر دلیلی که هست هیچ ارزشی به هیچ اصول پابند نیستن. و این بحث ها شده. یکی از انتقاداتی که سر ما بسیار وارد است این است که میگن یا بسیار شرط و پیش شرط دارن. نه، پیش شرط یکی داریم. پیش شرط ما آتش بس است. آتش بس به دلیل از این که طالب نمیتونه که یک بار دیگه به خاطر از این که در میز مذاکره قوی باشه، هر روز در کابل انتحار انفجار کنه، در قندار کنه، در مزار کنه، در هرات کنه، به خاطر از اینکه در میز مذاکره بدون هیچ نوع مسئولیت اخلاقی. طالب، اراده طالب از آتش بس معلوم میشه. طالب باید اراده نشان بده، حسن نیت نشان بده. ما تمام حسن نیت هایی که ضرور بود نشان دادیم، خیلی جای های انعطاف کردیم. تا از طالب یک حسن نیت میخوایم. طالب پیش از اینکه مذاکرات بین الافغانی شروع میشه، طالب آتش بس کنه که ما ببینیم آیا اراده شده داره یا نه. دوم، ما ببینیم که آیا طالب استقلال شده داره یا نداره. طبعا که خطوط سرخ داریم. من یکی از کسایی هستم، این فقط معلومات شخصی است، از اولین کسایی که اینجا همکارای دیگه هم هستن، افضلی صاحب و طاهری صاحب و اینا، ما از اون جوانای بسیار چی برتون بگن، میگن نو به دوران رسیده که دمی پروسه قانون اساسی افغانستان دخیل شدیم در سال 2002، چند ماه بعد از حکومت، بعد از اینکه طالبان افغانستان شکست خوردن. از بسیاری ما اولین وظیفه رسمی دولتی ما در قانون اساسی بود. ما مسئول این برنامه آگاهی آمه و نظرخواهی آمه قانون اساسی بودم. تمام افغانستان ما گشتیم در او وقت که در مورد قانون اساسی که باید ساخته می شد ما به مردم معلومات می دادیم و نظرشان می خواستیم. مردم افغانستان از یک ناحیه تشویش داشتن. تشویششون دمو زمان ای بود که این قانون خود ساخته میشه، وزیر کی تطبیق میکنه، وزیر کی نگاه میکنه. در افغانستان بسیار طور چیزا ساخته شده. 18 سال بعد امروز با تمام نواقصی که در کار ما است به عنوان حکومت و در نواقصی که در با تمام کاستیایی که وجود داره، قانون اساسی یک چتر، یک وثیقه ملی افغانستان است، برای ما خط سرخ است، الا اینکه از راه‌های اصولیش در یک جای یک چیز تعدیل میشه که او یک مبنای از خود، مبنای قانونی از خود داره. با طالب صحبت میکنیم، بدون شک میکنیم، بارهایی را گفتیم. سالهای سال است که ما در وقتی که طالب اصلا حاضرم نبود که نه با ما صحبت کنه، نه با امریکایی صحبت کنه، نه با هیچ کس صحبت نکنه، در او وقتم پیام ما با طالب این بود که هر لحظه که خواسته باشین ما امرایتان صحبت میکنیم. اما به عنوان یک نظام، به عنوان یک چتر، به عنوان یک طرف قضیه. نه ای که طالب یک طرف قضیه باشه و ما از این طرف ده طرف دیگه قضیه باشیم. هر کدام ما یا از حزب نمایندگی کنیم، یا از قوم نمایندگی کنیم، یا از یک چیز دیگه، یا از یک سمت افغانستان نمایندگی بکنیم. طالب امیره میخواه. طالب میخواه که ما و شما به عنوان نماینده قوم، نماینده حزب سیاسی و غیره و غیره با طالب وارد معامله شویم. و طالب به عنوان یک نظام به نام امارت. اما تاکید ما سر از ایست و امی ادعایی هم که میشه که ما مانع سال هستیم، تاکید ما سر از امی است که با او گونه، با او به عزتی با طالب نباید صحبت شود. افغانستان به عنوان یک نظام مقتدر باید در مقابل طالب استاد شود. در قسمت نقش جوانان و زنان، ما برداشتم ای است که در محور نظام فعلی در افغانستان، در محور نظام در افغانستان، نظام وقتی که میگم از حکومت گرفته تا پارلمان، تا شورای ملی افغانستان، تا رسانه ها، تا همه چیز، امی چتری که ما به نام نظام داریم در افغانستان، نقشی که جوانان دارن، حداقل برمه ای که از دوران مکتب در میکارای جوانان اینا دخیل بودیم،
این نقش صدایی که امروز جوانا در افغانستان دارن هیچگاه در تاریخ نداشتن. در تاریخ نداشتن. این که در پشت میز مذاکره چند تا جوان است امرای طالب، این یک بحث است. اما این که صدای جوان در افغانستان چقدر بلند است، چقدر رساست، یک بحث دیگه است. در قسمت خانما گفتین، اتفاقا وقتی که هیئت افغانستان از قطر برگشت، یک روز رئیس جمهور اینا رو دعوت کرده بود، همراهشون صحبت میکرد، درباره از این که دیدگاهشون میخواست بشنوه درباره مذاکرات قطر. تمام حاضرای مجلس اتفاق داشتن که بهترین بحث دینی را که امرای طالب در قطر کرد خانم زینب موحد بود. من نمیشناسمشان، بلد امرایشان نیستم. یکی از کسایی که رفته بودن یک عالم دین هستن، گفتن که اموجه ما ششته بودم که گفتن که بهترین بحث دینی را با طالب در امونجا خانم زینب موحد کرد. و خانمایی که آمده بودن به شمول خانم شهرزاد اکبر، جمیله جان افغان و اینا، یعنی زنای ضعیف نبودن، بدون شک زنای ضعیف نبودن. نقش باید قوی تر شوه، در آیندام باید قوی تر شوه. اما مشکل ما با قطر ای بود که طالب، هیئت طالب 10 نفر یا 12 نفر یا 15 نفر بود، هیئت ما 250 نفر. یعنی وقتی که یکی از کلانترین دردسرهایی که ما شما میتونستیم که ما داریم در حکومت ای است که وقتی که نمایندگی از افغانستان مطرح میشن، نه تنها در مذاکرات سال، در هر جای دیگه وقتی که بحث نمایندگی از سال مطرح میشه، از افغانستان مطرح میشه، مشکل ای است که کیر آدم به عنوان نماینده افغانستان چی تعداد را میتونه که بپذیره به عنوان نماینده افغانستان. به دلیل از اینکه در قناعت در بین سیاسی ما متاسفانه وجود نداره. شما حتما هم کارت های عروسی را که نشته میکنین، یک شب دو شب پیش در عروسی که نشته میکنن، که باز هم یکی خفه میشن. هر قدر که کوشش میکنین باز هم یک کس خفه است. یکی میگه مرا دعوت نکردی که کارت نشته میکردم، یکی میگه که مرا دعوت کردی، یکی میگه مرا دعوت کردی فامیل خسر ما دعوت نکردی. هم در چطور، یعنی مشکل ترین گپی است. به می خاطر اون بود که لیست آیت قطر با 250 نفر رسید در مقابل طالبی که 10-12 نفر. با کنفرانس بیجینگ میریم، بدون شک میره دولت افغانستان با کنفرانس بیجینگ. یک لیست هم نهایی شده، رئیزنی های هم بالای لیست شده. تاکید ما سر ازی است که یک لیست کوتاه، یک آیت مختصر، ولی یک آیت نماینده و یک آیت فراگیر که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کرده بتانه، ولی تعدادشان محدود باشه، چرا که در تعداد محدود بحث خوبتر و آرامتر میشه. 250 نفر نمیره، یک تعداد بسیار محدود میره انشالله، در محور دولت افغانستان، زیر چتر دولت افغانستان میرن، به نمایندگی از دولت افغانستان میرن، اما همگی در او دخیل میباشن. آرزوی مایی است که کنفرانس چین آغازگر یک گفتمان بسیار مشخص و یک گفتمان در یک گروه خرد بین دولت افغانستان و طالبا شود. باقی ما شما را زحمت نمیتونم، در مورد طرح صلح هم میتون صحبت ها کردین با اکثریت دیدگاه هایی که سالی که مطرح شد، سالنگی سب و سایر دوستان مطرح کردن، میران سب، وکیل سب، فرزانه کوچه مطرح کرده طول و سر یو خوشبختی پا افغانستان که داده سو او اس دولت نسی که ولی سو دسی یو کار مرموز کار وکی سو بل سوک پی خبر نوی او یا دولت پخپل سر بخود یو کار وکی تر حتی اصلا طول و لوستی و دیتا اصلا خبر رو نمالومی دست تر حتی اصلا لوستی و او دیر دو خوشحالی زایده سو تحصیل دیر و نقاط و سر توافق لري د افغانستان دولت لپاره د خوشحالي زايده. ان شاء الله دغه بحثونه ته به ادامه ورکو. او فقط یو خبره مې کوله، د دیمه نوم سر ډیر خسل کیږي، به زه ډیر شرمېږم از دغه پروګرام ما نه ده جوړ کړی شخصا، زه یوازې دعوت سوی یم ورته. او نن سهار څه راغلم، ما پوښتنه وکړه ساجنده چې دلته ناست و، ساجنده مې وغوښته
نو پروگرام سادات صاحب او نور همکارانو در رسنیو د مرکز همکارانو د ویاند د رئیس جمهور د ویاند د دفتر د همکارانو او ټول همکارانو په ګډه سره جوړه کړې وه او زه یې ورته دعوت کړی وم. د ټولو نه ډېره مننه کوم او ټولو ته ښه ورځ غواړم. انشاءالله د دې بحثونو سلسله به ادامه لري. مننه.